سرخط خبرها. سرگردانی در حساس‌ترین مرحله برگزیت. اتحادیه اروپا نگران خروج بدون توافق بریتانیا. پارلمان در تکاپوی تعیین تکلیف دولت ترزا می. نمایندگان مجلس بحث درباره پیشنهاد رأی عدم اعتماد به دولت را آغاز کردند. دوئل حساس دو همسایه در جام ملت‌های آسیا. ایران و عراق برای صدرنشینی رقابت می‌کنند. مهار حمله مسلحانه در نایروبی. 14 شهروند و تمامی مهاجمان کشته شدند. و بازار داغ طراحی لباس به سبک شرقی. هندی‌ها چگونه بالیوود را به صنعت مد بریتانیا آوردند؟ سلام، عصر شما بخیر. خوش آمدید به اولین بخش خبری چهارشنبه 26 دی 97 در تلویزیون فارسی بی بی سی. بعد از شکست سنگین ترزا می، نخست وزیر بریتانیا در به تصویب رساندن موافقتنامه خروج از اتحادیه اروپا در مجلس این کشور، نمایندگان مخالف ترزا می خواستار برگزاری رأی عدم اعتماد به دولت شدند. رأی‌گیری امشب ساعت 7 به وقت محلی انجام می شود. خانم می گفته اگر رأی عدم اعتماد شکست بخورد و نخست وزیر بماند، هفته دیگر پیشنهاد جدیدی به مجلس می آورد. بهرنگ تاجدین گزارش می دهد. Order. قرار بود شبی تاریخی باشد، ولی نه به این خاطر. آرای موافق 202، آرای مخالف 432. توافق نامه خروج از اتحادیه اروپا نه تنها رأی نیاورد، که رکورد سنگین ترین باخت یک دولت بریتانیا در مجلس پس از 95 سال شکسته شد. ترزا می نمایندگان را تلویحاً متهم کرد که می‌خواهند جلوی برگزیت را بگیرند. مجلس حرفش را زده و مشخص است که با این توافقنامه مخالف است، ولی این رأی به ما نمی‌گوید که مجلس با چه چیزی موافق است. اینکه مجلس چگونه می‌خواهد تصمیمی که مردم گرفتند را اجرا کند، یا اصلا می‌خواهد آن تصمیم را اجرا کند یا خیر. The British people took in a referendum parliament decided to hold. Nose to the left 432. بیرون مجلس مخالفان توافقنامه شکستش را جشن گرفتند. هم آنهایی که خواهان برگزاری یک همه‌پرسی دیگر و ماندن در اتحادیه اروپا هستند، و هم آنهایی که این توافقنامه را برگزیت واقعی نمی‌دانند و خواهان قطع کامل پیوندهای بریتانیا با اتحادیه اروپا هستند. عالیه، امیدوارم می هم اخراج بشه. توافقنامه افتضاحه. سوال اینه که حالا چی میشه؟ سوالی که جوابش را ترزا می داشت. اول باید ببینیم آیا مجلس همچنان به دولت اعتماد دارد یا نه. من معتقدم دارد، ولی با توجه به اهمیت رأی‌گیری امشب، درست این است که دیگران هم امکان پرسیدن این سوال را داشته باشند. اگر رهبر حزب اصلی مخالف بخواهد طبق قانون خواهان رأی‌گیری درباره عدم اعتماد به دولت شود، دولت فردا وقت بررسی به آن می دهد. دعوتی که رهبر حزب کارگر به آن لبیک گفت. این شکستی فاجعه بار برای این دولت است. بعد از 2 سال مذاکرات شکست خورده، مجلس عوام قضاوتش درباره توافق برگزیت نخست وزیر را اعلام کرده. دولت اعتماد این مجلس و این کشور را از دست داده. آقای رئیس، به اطلاعاتم میرسانم که من به همین خاطر درخواست رأی عدم اعتماد به این دولت را رسما دادم. مقام های اتحادیه اروپا میگویند از رأی نیاوردن توافق متاسفند، ولی وقت تنگ است و بریتانیا باید زودتر تصمیم بگیرد چه کار میخواهد بکند. این وظیفه دولت بریتانیا است که بگوید آنها چگونه میخواهند به یک خروج منظم در 29 مارس برسند. فعلا ترزا می به دنبال تثبیت دولتش است. سوال بعدش چه بماند برای روزهای آینده. خبرنگارمان بهرنگ تاجدین از پارلمان بریتانیا در مرکز لندن به ما پیوسته. بهرنگ، امشب قراره در مراسم رأی عدم اعتماد به دولت چه اتفاقی بیفته؟
ببین رنا، طبق قانون اگر که بحث عدم اعتماد دولت مطرح بشه و رأی بیاره، اتفاقی که میفته اینه که مجلس 14 روز فرصت داره که ببینه میشه دولت دیگه ای تشکیل بده یا نه. یعنی فرض رو بر این بذارید که خانم می امشب دولتش رأی عدم اعتماد بگیره، 14 روز فرصت هست که یک نفر از احزاب دیگه یا داخل حزب حاکم به این نتیجه برسه که رأی نصف به علاوه یک نماینده های مجلس رو داره. در اون صورت نخست وزیر میره به پیش ملکه، رسما اعلام میکنه که داره از کار کنارگیری میکنه و نخست وزیره که به ملکه میگه نفر بعدی چه کسی باید باشه. حالا اگر که این اتفاق بیفته، نفر بعدی میاد مجلس و اون موقع باید یک رأی‌گیری دیگه بکنن که حالا مجلس به این دولت جدید اعتماد داره. اگه این اتفاق تو 14 روز نیفته، بعد دولت باید انتخابات زودرس پارلمانی برگزار کنه و پارلمان جدید در واقع دولت آینده رو تشکیل بده. از حرف‌های خانم می چنین برمی اومد که خودش بدش نمیاد که این رأی عدم اعتماد برگزار بشه. چرا به نظرت؟ برای اینکه مرهمیه به زخم شکست سنگین دیشب. ببین دیشب سنگین ترین شکست تاریخ دولت‌های بریتانیا در مجلس بود. تا الان هیچ دولتی با دولت‌ها، بعضی وقتا مثلا سالی یه بار، دو بار، سه بار ممکنه یک رأی‌گیری رو تو مجلس ببازن، ولی با اختلاف 5 رأی، 10 رأی، 15 رأی بیشتر از این نیست. با اختلاف 230 رأی شکست خورد. حالا مسئله اینه که رأی‌گیری عدم اعتماد به دولت جناحی ترین رأی‌گیری ممکنه، به این معنی که مثلا نماینده‌های حزب محافظه‌کار میرن رأی میدن که بله ما معتقدیم حزب محافظه‌کار باید دولت رو تشکیل بده، و نماینده‌های همه احزاب دیگه میرن رأی میدن که ما معتقدیم حزب محافظه‌کار نباید دولت رو تشکیل بده. به همین خاطر این از رأیایی نیست که یه نفر از این طرف بره اون طرف، خیلی کم پیش اومده که، یا حداقل من موردی رو سراغ ندارم که قبلا یه همچین اتفاق پیش اومده باشه. این در واقع این اجازه رو به ترزا می میده که این اختلافاتی که در داخل حزب محافظه کار سر برگزیت شکل گرفته، این اختلافات لااقل برای چند روز یا چند ساعت به نوعی مرهمی روی اون زخم گذاشته بشه و حزب دوباره متحد بشه. متشکرم بهرنگ تاجدین، عذرخواهی میکنم از اینکه ارتباط ما با بهرنگ لحظاتی قطع و وصل شد. تیم ملی فوتبال ایران در سومین مسابقه‌اش در جام ملت‌های آسیا با تیم ملی عراق روبرو می‌شود. برنده این مسابقه به عنوان تیم اول به مرحله بعد صعود می‌کند. با توجه به پیروزی‌های پرگل ایران برابر یمن و ویتنام، ایران با کسب یک مساوی هم در گروهش اول می‌شود. این مسابقه در شهر دبی برگزار میشه، جایی که پوریا جعفر خبرنگار ما اونجا حضور داره. پوریا، حال و هوا چطوره قبل از بازی؟ رنا، حال و هوای خیلی جالبیه، ولی شاید تعجب بکنین جایی که ما هستیم بی سر و صدا است، چون تنها جایی که به ما اجازه فیلم برداری میدن در واقع تماشاگرها اون سمت دیگه ورزشگاه آل مکتوم هستن که پشت سر من میبینید، و این دروازه پشت سر ما مربوط به رسانه ها، میدیا و همینطور اشخاص مهم و بازیکن ها و مربی ها و داوران و مسئولین کنفدراسیون فوتبال آسیا است. اما از تیم ملی پرسیدی، خیلی تیم ملی روحیه بالایی دارن. من امروز چند تا از بازیکن ها رو از نزدیک دیدم، افرادی که احتمالاً به نظرم میاد که بازی امروز سرانجام بهشون چند دقیقه وقت برسه، مثل مسعود شجاعی کاپیتان تیم که توی نشستای خبری حاضر بوده ولی کن هنوز بهش بازی نرسیده. یه اشاره‌ای هم کارلوس کیروش کرد در اون نشست خبری که من احتیاج دارم از 23 نفرم کامل استفاده بکنم، اونایی که هنوز بازی نکردن و در شرایط جام قرار نگرفتن باید بهشون بازی برسه. و یک بازیکن فوق‌العاده مهم دیگه هم که به نظر میرسه دیگه آمادگیش در شرایط آلمانی قرار گرفته، علیرضا جهانبخش هست، دومین بازیکن گرونی که در جام ملت‌های آسیا حضور داره بعد از سون یونگ مین از کره جنوبی، علیرضا جهانبخش از ایرانه که به خاطر چندین مصدومیت پیاپی که داشت هنوز تو این بازی‌ها به زمین نرفته، ولی که احتمالش هست که امروز جلوی عراق بتونه به زمین بره. روحیه بالای کاملا در آرامش به سر می‌بره تیم ملی و فکر می‌کنن که با بردن عراق امروز تا یه اندازه‌ای جبران اون شکست 4 سال پیشو کردن و به بقیه تیم‌ها نشون میدن که چقدر در قهرمانی جدی هم.
شایعاتی که درباره کارلوس کیروش و تیم کولومبیا مطرح شده جریانش چیه؟ خیلی زیاده این شایعه ها. من وبسایت ها رو چک کردم، روزنامه های کولومبیا، وبسایت های آمریکای جنوبی، اسپانیایی زبان ها، حتی در اسپانیا و پرتغال دارن راجبش می نویسن. این شایعه است، ما واقعا نمیتونیم تایید بکنیم، ولی صحبتی که شده اینه که حتی رئیس فدراسیون فوتبال کولومبیا هم امشب وارد امارات خواهد شد تا با کارلوس کیروش مذاکره بکنه. از نظر قانونی منعی برای کارلوس کیروش نیست، یعنی با توجه به اینکه به نظر میرسه این قراردادی که هیچ موقع هیچ کس ندیده بعد از جام جهانی با فدراسیون فوتبال ایران امضا شده، قراره که در این جام ملت‌ها به پایان برسه و در فاصله 6 ماه مونده به آخر قرارداد کیروش اجازه داره که با تیم‌های دیگه برای آینده خودش مذاکره بکنه. چیزی که من شخصا از کارلوس کیروش میدونم اینه که یه رکوردی هست که اون خیلی شدید به دنبالشه و اون رفتن به جام جهانی برای 5 دوره است که دو بارش با ایران اتفاق افتاد، یه بارش با تیم ملی پرتغال و یه بار هم با آفریقای جنوبی. خب البته تیم کولومبیا هم در آمریکای جنوبی شانس خوبی داره برای اینکه برسه به جام جهانی و کیروش بیش از هر چیزی دنبال اون رکورده، چون جام جهانی 2022 قطر آخرین، احتمالاً آخرین باری هستش که با 32 تا تیم برگزار خواهد شد. بعد از اون 48 تا تیم، 8 تیم از آسیا میرن به فصل دیگه. رفتن به جام جهانی اون کار سختی که الان هست نخواهد بود و این رکورد رکوردیه که میتونه تا مدت‌ها برای کارلوس کیروش که بیشتر دوست داره اسم خودش رو جاودانه بکنه خواهد موند. مهمترین حرفی که تا الان زده شده ولی اظهارات نایب رئیس فدراسیون فوتبال کولومبیا است که گفته که ما کارلوس کیروش رو می‌خوایم. حتی جزئیاتش هم مطرح شده، گفتن که ما کارلوس کیروش رو می‌خوایم با یک دستیار و فقط یک مربی بدنساز. وقتی که تا این حد در جزئیات راجع به یک نفر صحبت می‌کنم، معلومه که کولومبیایی‌ها جدی هستن برای گرفتن کیروش. متشکرم پوریا ژافره، خبرنگار ورزشی ما از دبی. دادستان تهران با تشریح جزئیاتی از پرونده تخلفات بانک سرمایه آن را نمونه ای از یک فساد کامل توصیف کرده. عباس جعفری دولت آبادی گفته در این پرونده 30 نفر از مدیران بانک سرمایه تحت تعقیبند. وکیل تسخیری پرویز کاظمی، رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و یکی از متهمان این پرونده، گفته که دلایل دادسرا در پرونده متهمان بانک سرمایه قوی است و به گفته او دلایل متهمان قابل توجیه نیست. علی بخشایش، مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی، وزیر رفاه در دولت محمود احمدی نژاد و محمد رضا توسلی از دیگر مدیران بانک سرمایه متهمان این پرونده هستند. همکارم فرنوش امیرشاهی جزئیات این خبر رو دنبال کرده. فرنوش، جزئیات پرونده چیه که از دید دادستان تهران نمونه یک فساد کامل توصیف شده؟ رانا، این پرونده 2 سالی هست که در حال بررسیه، به ویژه به دلیل ارتباطی که با صندوق ذخیره فرهنگیان داشتون. 47% از در واقع سرمایه این سهامدار این بانک صندوق ذخیره فرهنگیان هستش. از طرف دیگه 37% سهام این بانک هم در اختیار گروه ریختگران هستش. هر دوی این دو مجموعه، مجموعه هایی هستند که مفاسد اقتصادی داشتن در سالهای گذشته، متهم شدن. صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از بزرگترین اختلاس ها درش اتفاق افتاده. حالا این پرونده بانک سرمایه هم در ارتباط با همین موضوع هستش. اولین جلسه دادگاه این 3 نفر بود. دیروز اعلام شد که مجموع تخلفات 30,000 میلیارد تومانه که 14,000 میلیارد تومانش در ارتباط با صندوق ذخیره فرهنگیان هستش. این 3 نفر متهم شدن به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور از طریق حیف و میل اموال عمومی و دادن در واقع تسهیلات بدون ضابطه به یک سری افراد اشخاص. مگر هیچ نظارتی وجود نداره به فعالیت این بانک ها؟ خب موضوع بانک ها در ایران موضوعی هستش که در 40 سال گذشته مطرح بوده. گاهی اوقات مثل همین در واقع مؤسسات مالی مسئله ساز میشن. در حال حاضر مشکل این هستش که نظارتی به این بانک مرکزی روی فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی خیلی ضعیف هستش. از طرف دیگه این هستش که شفافیت وجود نداره.
و نمیشه که خیلی بررسی کرد که این اطلاعات چطور داره حالا در اونجا رو بدل میشه، وام ها چطور داده میشه. مثلا در همین پرونده کیفرخواست رو که مرور میکنیم اشاره شده به اینکه تسهیلاتی داده شده به افرادی که سال گذشته اتفاقا محمود صادقی نماینده مجلس لیست بدهکاران این بانک رو منتشر کرد که سر و صدای زیادی به پا کرد، چون اسمهای زیادی در اون مطرح شده بود. در همین کیفرخواست اومده که آقای پرویز کاظمی وزیر رفاه دولت محمود احمدی نژاد 600 اگر اشتباه نکنم حدود 600 میلیارد تسهیلات دادن به حسین هدایتی از سرمایه‌داران و مدیران فوتبالی کشور و در ازای اون عضو هیئت مدیره تیم استیلازین شدن. یا اینکه در کیفرخواست اومده بعضی از این مدیران که تسهیلات گرفتن بدون اینکه بخوان ازشون وثیقه دریافت بکنن یا حالا مواردی که باید از اونها قانونا دریافت بشه کارتون خواب بودن و فقط به واسطه یک کارت ملی تونستن تسهیلات بگیرن و مدیر عامل یک سری از شرکت ها و مؤسسه ها بشن که این هم خب خیلی فساد برانگیزه. در یک موضوع دیگه که در همین پرونده مطرح شد موضوعی بود که معروف شد به ورود پول‌های کثیف به سینما که اسم در واقع هادی رضوی و محمد امامی از تهیه کنندگان سریال شهرزاد مطرح شد که اونها اومدن به ازای دریافت تسهیلات یک سری املاک رو به قیمت خیلی در حالی که قیمت واقعیشون پایین‌تر بوده به قیمت بالاتری به بانک دادن و تسهیلات گرفتن. متشکرم فرنوش امیرشاهی. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. اتحادیه اروپا در انتظار گام بعدی بریتانیا درباره برگزیت است و پارلمان بریتانیا در تکاپوی تعیین سرنوشت دولت ترزا می. امروز و در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های آسیا تیم ملی ایران در مقابل تیم عراق بازی می‌کند. هر دو تیم در تلاش برای صدرنشینی هستند. ایران حتی با یک مساوی هم می‌تواند صعود کند. در ادامه برنامه لباس بالیوودی بر تن صنعت مد غربی. دیروز اسلامگرایان تندرو با حمله مسلحانه و عملیات انتحاری به هتلی مجلل در نایروبی پایتخت کنیا حمله کردند. دست کم 15 نفر کشته شدند. پس از 19 ساعت درگیری نیروهای امنیتی کنیا کنترل این هتل را به دست گرفتند. رئیس جمهوری کنیا گفته عملیات وسیعی برای شناسایی طراحان این حمله آغاز شده. گروه اسلامگرای الشباب سومالی مسئولیت این حمله را پذیرفته. ژیار گل گزارش می‌دهد. حمله مرگبار شبه نظامیان تندرو. هدف هتلی شیک در نایروبی، پایتخت کنیا. جایی که پاتوق ثروتمندان و شهروندان کشورهای غربی است. در تصاویر دوربین‌های مدار بسته دست کم 4 مهاجم دیده می‌شوند. آنان مسلح به سلاح‌های خودکار و جلیقه‌های انتحاری هستند. یکی از آنها با انفجار جلیقه انتحاری راه را برای مهاجمان به داخل هتل باز می‌کند. صدای انفجار و تیراندازی شنیده می‌شود. نیروهای ضد تروریسم کنیا سریعاً به محل منتقل می‌شوند. درگیری بین مهاجمان در ساختمان هتل و نیروهای امنیتی بیش از 19 ساعت به طول می‌کشد. دست کم 15 نفر کشته می‌شوند. صداها بلند بود، سردرگم شده بودیم. مردم تلاش می‌کردن خود را به در خروجی برسونند. بعد دیدم همه دوباره به عقب فرار می‌کردند. ما در یک اتاق مخفی شدیم و در را بستیم، ولی اونها به همه طرفی تیراندازی می‌کردند. فکر کنم یکی از اونها رفت بالای ساختمون و از اونجا همه رو به رگبار بست. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید یکی از شهروندان این کشور در میان کشته شدگان است. دولت کنیا اعلام کرد که ساختمان کاملا به کنترل نیروهای امنیتی درآمده و همه مهاجمان کشته شدند. در سراسر کشور و مرز با همسایگانمان نیروهای امنیتی ما تلاش می‌کنند که فعالیت گروه‌های تروریستی و عوامل آنها را شناسایی کنند و آنها را از بین ببرند. ما در بالاترین سطح آماده باش هستیم و خواهیم ماند. می‌خواهم به همه شهروندان کنیا و مهمانان خارجی بگویم شما در کنیا در امان هستید.
گزارش شده شبه نظامیان اسلامگرای از شباب سومالی پشت این حمله بودند. 5 سال پیش هم در حمله مشابه شبه نظامیان از شباب به یک مرکز خرید در نایروبی حمله کردند. در این حمله 71 نفر کشته شدند. ژیورگل، بی بی سی. گروه طالبان به آمریکا هشدار داده که اگر گفتگوهای صلح را صادقانه پیش نبرد و از تاکتیک فشار استفاده کند، این مذاکرات را عقب می‌اندازد. در حدود 4 ماه گذشته این گروه دست کم 3 بار با نماینده ویژه آمریکا برای مذاکرات صلح افغانستان دیدار کرده. طالبان گفتند که اکنون آمریکایی‌ها می‌خواهند موضوعات تازه‌ای را در مذاکرات مطرح کنند. علی حسینی خبرنگار ما از کابل با ماست. علی، طالبان دیگه چه گفتن؟ در اعلامیه نسبتاً کوتاه طالبان دست کم 2 بار از کلمه فشار استفاده شده. گفته بوده که موضوعات اصلی مذاکرات صلح یکی این بوده که تعیین زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان و همچنین موضوع دیگری هم که مطرح کرده بوده که عدم استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها. اما حالا طالبان میگن که امریکایی‌ها موضوعات تازه‌ای را میخواین مطرح کنن، مشخص هم نکرده که چه موضوعات تازه‌ای را. در بخش دیگری از اعلامیه طالبان آمده که اگر امریکایی‌ها بخواهن از طریق سیاسی، راه حل‌های سیاسی و همچنین تصمیم دیگر کشورها فشارهای بیموردی را بر طالبان وارد کنند، نشانگری است که امریکا علاقه‌ای به مذاکرات صلح و راه حل مسالمت‌آمیز جنگ افغانستان ندارند. ببینید، وقتی که صحبت از طالبان، امریکا و تصمیم دیگر کشورها میآید، دست کم باید اشاره‌ای کرد به پاکستان که آمریکا سالهاست فشار وارد میکنه و خواسته از این کشور که طالبان را به پای میز مذاکرات مستقیم با نمایندگان و دولت افغانستان بیاره. به همین خاطرم گویا جمعه یا شنبه گذشته یکی از مقام‌های ارشد طالبان را مقام‌های پاکستانی، نیروهای پاکستانی دستگیر کردند که 2-3 روز بعدش آزاد شد. طالبان منابعشان گفته که نیروهای امنیتی پاکستان به برخی از خانه‌های مقام‌های ارشد پاکستان که در پاکستان بودند، مقام‌های طالبان که در پاکستان بودند، حمله کردند که سبب شده رهبر طالبان به دیگر مقام‌های این گروه پیام ارسال کنه و بگن که مراقب باشن. به نظر میرسه یکی از فشارهایی که طالبان در اعلامیه‌شان از آن نام برده اشاره‌ای باشه به فشارهایی که پاکستان در این اواخر وارد کرده. واکنش دولت افغانستان و آمریکایی‌ها چه بوده؟ یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته که قرار است به زودی نشست دیگری بین نمایندگان آمریکا و طالبان برقرار شود. هنوز مشخص نشده که چه زمانی و در کجا. در عین حال مقام‌های ارگ ریاست جمهوری افغانستان هم گفتن که به توافقی نزدیک میشن که بر اساس این توافق دو طرف با یکدیگر بنشینن و به طور مستقیم صحبت کنن. این چیزها سیاست‌های اعلامی است که فعلا ما میدانیم و هنوز مشخص نیست که آیا منتج میشه به گفتگوهای مستقیم نمایندگان طالبان با دولت افغانستان یا خیر. موضوعی که بارها نمایندگان طالبان تاکید کردن که حاضر نیستن با دولت افغانستان مذاکره و به گفتگو بنشینند. متشکرم. علی حسینی خبرنگار ما از کابل. 6 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواستند تا به نازنین زاغری ردکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، و نرگس محمدی اجازه درمان فوری دهد. درخواست این کارشناسان بعد از اعتصاب قضایی خانم زاغری و محمدی فعال حقوق بشر مطرح شده. به گفته این کارشناسان، این 2 نفر مشکلات جدی جسمی دارند و به پزشک نیاز فوری دارند. شوهر نازنین زاغری گفته او یک غده در سینه‌اش مشاهده کرده و از سوزش پاهایش رنج می‌برد. پرس تی وی، شبکه انگلیسی زبان حکومت ایران، اعلام کرد مرضیه هاشمی، خبرنگار و مجری این شبکه، در سفر اخیرش به آمریکا بازداشت شده. به گفته روابط عمومی پرس تی وی، خانم هاشمی برای دیدار با اقوام و برادر بیمارش به آمریکا سفر کرده بود که یک شنبه در فرودگاه سن لوئیس لامبرت بازداشت شده و FBI او را به بازداشتگاهی در واشنگتن منتقل کرده. این مجری آمریکایی الاصل پس از گرایش به اسلام، نامش را از ملانی فرانکلین به مرضیه هاشمی تغییر داده و مقیم ایران است. این ساعت چه درسی داری؟ خوبا یه نه بد
حسین محب احری بازیگر ایرانی در سن 67 سالگی درگذشت. آقای محب احری که به سرطان غدد لنفاوی مبتلا بود. این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در تولید برنامه‌های کودک فعال بود. هزار برگ و هزار رنگ، محله بروبیا و محله بهداشت از جمله کارهایش بود. یوتیوب پخش کلیپ‌های حاوی تصاویر خطرناک و استرس‌زا را ممنوع کرده. این بعد از انتشار بعضی ویدیوهای به اصطلاح چالشی است که گاهی اوقات به مرگ یا آسیب جدی به افراد ختم می‌شود. این سایت گفته چنین محتوایی هیچ جایی در یوتیوب ندارد. با این حال تعیین حد و حدود محتوای زیان‌آور آسان نیست و این شرکت هنوز موفق نشده چنین محتوایی را به کلی حذف کند. این روزها بازار لباس‌های پرزرق و برق هندی در بریتانیا خیلی گرم شده، بیشتر هم به لطف شبکه‌های اجتماعی. چیزی که روز یکشنبه مشهورترین طراحان لباس هندی رو به لندن کشوند تا از نزدیک با مشتری‌های بریتانیاییشون حرف بزنند. جزئیات بیشتر در گزارش هارون رشید. بازار لباس‌های عروسی پرزرق و برق هندی هیچ وقت چنین گرم نبوده. هزاران بریتانیایی هندی تبار به این هتل مجلل در منطقه میفر لندن آمدن به این امید که لباسی شبیه ستاره‌های سینما به تنشان اندازه شود. چهار پنج ماه گذشته خیلی سرمون شلوغ بود. لباس عروسی دپیکا پادوکن رو آماده کردیم. بعدش عروسی پریانکا چوپرا و نیک جوناس بود. بالیوود و صنعت مد سالها برای معرفی مد کار کردن. فایدهش به خیلی ها میرسه. هنرمندا، خیاطا، گلدوزا، مهردوزا، کلی شغل ایجاد میشه. به نظرم شگفت‌انگیزه. عروس میدونه چی میخواد، کدوم طرح رو میخواد، از کدوم سری لباس میخواد، یه دونه طراح میخواد یا یه تیم. فکر میکنم این یه تغییر اساسیه. کسانی مثل آشنی هستن که کارهای اصل رو از سر تا سر هند عرضه میکنن. میدونم که مردم نگران برگزیت هستن، ولی ندیدم که خرج لباسشون کم بشه. خیلی از طراحان هندی با ارزون کردن کارهاشون به کمک اونایی اومدن که میخوان مثل مدل‌ها لباس بپوشن. اما مسئله تنها تغییر قیمت ها نیست. دسترسی به کار طراحان هم آسان تر شده، هم حضوری، هم از راه اینترنت. به محض اینکه یک سلبریتی لباس شما رو میپوشه، مردم خبر میشن. ظرف چند دقیقه کلی درخواست میگیریم. من از طراحی لباس برای بیانسه و سوفی ترنر سود خوبی کردم. این که شبکه‌های اجتماعی مستقیما شما رو به خریدار وصل میکنه، عالیه، بدون هیچ تأخیری. عروس‌ها اینجا بخت خود را امتحان میکنن با طراحانی که باید صدها لباس آماده را به تن اینها اندازه کنن. هندی تبارهایی که می‌خواهند در روز بزرگ زندگیشان بیشتر بدرخشند. هارون رشید، بی بی سی نیوز. امروز 26 دی 40مین سالگرد خروج محمد رضا پهلوی از ایرانه. سفری بی بازگشت که 26 روز بعد به سقوط آخرین سلسله پادشاهی ایران انجامید. در برنامه امروز هشتگ شما میپرسیم 40 سال بعد آیا فکر میکنید تصمیم شاه برای ترک ایران تصمیم درستی بود؟ اگر شاه نمیرفت، انقلاب به رهبری آیت الله خمینی چه سرنوشتی داشت؟ اگر دوره حاکمیت محمد رضا شاه رو به خاطر دارید یا دربارش دیده و شنیده اید، چه تصور ذهنی از اون دوران دارید؟ برای اینکه نظر شما رو بشنویم، از یکی از این راه ها با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفنتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @bbcshuma. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. ممنون که با ما هستید.